سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر، هر کجای ایران هر کجای جهان که هستید، از واشنگتن با شما خواهم بود. در ساعت پیش رو واشنگتن با هوای نسبتا سرد پاییزی و فضای سیاسی پرتلاطم، به ویژه در ارتباط با اوضاع جاری در خاورمیانه و به ویژه تر جنگ میان اسرائیل و سازمان تروریستی حماس، آنچه در منطقه می‌گذرد، آنچه که باعث نگرانی‌های بسیار شده چه در سطح منطقه‌ای و چه فراتر از منطقه. و ما در ایران احکام قضایی تازه‌ای از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مورد فعالان سیاسی و مدنی صادر شده است. پیکر آرمیتا گراوند و خاکسپاری او نیز باعث نگرانی حکومت فقیه است. و آن سوتر در زندانهای جمهوری اسلامی چه می گذرد؟ بر سر زندانیان سیاسی و بر جان اونها در زندانهای ایران چه در جریان است؟ در نیمه نخست برنامه خانم فروغ کنعانی، تحلیلگر سیاسی از مونیر، میهمان من و شما هستند. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خانم کنعانی خوش آمدید. درود بر شما جناب چارنگی، بی نهایت سپاس بابت فرصتی که مجددا در اختیار من گذاشتید. خوشحالم که امروز میتونم در خدمتتون باشم. ممنون که هستید در برنامه و برنامه تریبون کسانی مانند شماست، چه در ایران چه در خارج ایران، که در پی تحقق حقوق مردم ایران هستند و مطالبات مردم ایران هستند. من این توضیح رو بدم، تصاویری که پشت سر خانم کنعانی میبینید در برنامه‌های پیشتر توضیح دادن، گفتن که کشته شدگان هستن، چندین تن از کشته شدگان هستن در رویدادهای ایران. آغاز میکنیم در مورد آرمیتا گراوند، سخن شما رو میشنویم، نگرانی حکومت رو از این بابت، از بابت خاکسپاری پیکره بود. در درجه اول واقعا من فکر میکنم بایستید باز هم تسلیت بگیم به ملت عزیزمون که در طول این یک سال گذشته همینطور عزیزترین جوانان وطن رو متاسفانه زیر خاک کردن. آرمیتا هم یکی دیگر از این جوانانی بود که شاید در هر کجای این دنیا که زندگی میکرد، جناب چارنگی، الان با خوشحالی مدرسهش رو شروع کرده بود و داشت از فضای مدرسه، از فضای دوستانش لذت میبرد و شاید اون آینده‌ای رو که برای خودش رویاش رو میبافت الان بیشتر از هر زمان، نزدیکتر از هر زمان در دستانش میدید، ولی شومی حضور جمهوری اسلامی در فضای سیاسی ایران متاسفانه خاک سرد نصیب این دختر و هزاران آرزو و امید از دست رفته، نصیب خانوادهش و از همه مهمتر نصیب آینده ایران میشه. هر جوانی که ما زیر خاک میکنیم، هر عزیز شجاعی که اونقدر آگاهی داره که باید بدونه برای حق و حقوق خودش بگیره، حکومت طبیعتاً نگرانه، به خاطر اینکه از همین منظر در یک سال گذشته در زمان بعد از قتل حکومتی مهسا جینا امینی خب کم نخورد. ما دیدیم که چطور این در واقع اتفاقی که حکومت امیدوار بود شاید به سادگی از کنارش بگذره و بگه با بیماری زمینه این میتونه سر و تای رو هم بیاره، در مجازی و حقیقی خیابان‌های ایران می‌بینیم التهاب اون روزها کم که نشده هیچ، همچنان منتظر برگشت هرچه سریع‌تر به خیابان‌ها هستند مردم. اما این مسئله باید به وسیله سرکوب توسط حکومت جلوی بشه، یعنی یک حکومت دیکتاتوری که نمیتونه بر بتاب شهروند سالاری رو طبیعتاً از هر نوع اعتراضی، حتی اعتراضی که در چارچوب قانونی در قانون اساسی خودش تعریف شده، کمان که در جمهوری اسلامی هم اعتراضات قانونی تعریف شده، جلوگیری میکنه. الان طبیعتاً سرکوب ها همینطور که از اول اینکه این خبر به بیرون درس کرد برای خانواده گراوند بسیار شدید بود، پدر مادر رو مجبور کردند که به دروغ بگن که بچه ما احتمالا فشارش افتاده،
منطقه خب زبان بدن دروغ نمیگه جناب چالاکی، زبان بدن پدری که منقبض بود از عصبانیت و خشم و استیصال و حتی به دوربین نگاه نمیکرد، سرش پایین بود، و مادری که با صدای لرزان و با گفتن کلماتی مثل نمیدونم گفتن فشارش افتاده، یعنی مگه میشادم ندونه بچه ای که رو به مرگ افتاده در اثر چی به این حالت شده. این تمام این فشارها و پیامی رو که باید مخابره میکرد کرد، مردم جان کلام رو گرفتن. شاهدان قضیه، دوستان آرمیتا، حتی در مدرسه بسیار مورد در واقع حمله امنیتی ها قرار گرفتن، تهدید شدن که اگر افشاگری کنند براشون بسیار بد میشه و شاید سرنوشت بدی در انتظارشون باشه. بعضی این کارهایی که میدونی جمهوری اسلامی ید طولا در انجامش داره. در هر صورت الان خاک سپاری آرمیتا و مرگ مظلومانه ای که داشت و این شلوغی که در واقع خود حکومت کرد، یعنی سعی کرد با افزایش نیروهای امنیتی در دوروبر بیمارستان جلوی حضور خبرنگارها رو بگیره، درز اخبار رو بگیره، کادرهای درمانی بسیار تحت فشار بودن توی مدت، و همین مسائلی که متاسفانه جمهوری اسلامی توش دیگه استاد شده تو این سالها و به هر نحوی یک بار در سر یک شهروندی مسئله رو در میارن و سعی میکنن به خیال خودشون که آگاهی رسانی رو در جامعه کم کنن تا بلکه جلوی سقوط خودشون رو بگیرن. اما این یک سراشیبی سیاسی هست که خب از سالهای پیش شروع شده و فقط هر قدمی که جمهوری اسلامی در راه این چنین سرکوب‌های برمی‌داره این سراشیبی رو تندتر و تندتر می‌کنه. به هر حال ممکنه در خاک سپاری آرمیتا هم حتی اگر اون اتفاقی که مردم مطلوبشون هست و حکومت ازش می‌ترسه اتفاق نیفته، اما بالاخره این اتفاق مثل یک سرنوشت شوم برای جمهوری اسلامی و یک سرنوشت نورانی برای مردم البته در انتظار این حکومت هست و چه بخوان و چه نخوان این سراشیبی سقوط اونها رو به بحری سقوط خواهد رسوند. خب خانم کنانی، ببینید مثلا استالین بسیار کشت، دادگاه های استالینیستی احکام بسیار ساده کرد و میمد میگفتن این دشمنان ملت هستن، اینا این کار کردن اون کار کردن و ما اعدام کردیم. نادرست، کسی تایید نمی کنه. اما این تضاد شما چطور میبینید که مثلا میکشن و بعد سعی میکنن انکار کنن، آرمیتا رو میکشن ولی بعد میان میگن که خبرش منتشر نشه و به دلایل بیماری فوت کرد، یا موارد بسیار از این شکل داشتیم. این تضاد رو شما ناشی از قدرت جمهوری اسلامی میدونید یا ترسش یا چه هست؟ ببینید جناب چالنگی، من اگر بخوام واقعیت رو بگم فکر میکنم بحث اصلی این هست که حکومت دو تا وجه داره. یعنی وجه داخلیش یک حکومت قلدر معابه که اتفاقا خیلی هم براش مهم نیست که چنین اخباری در بین مردم درس کنه، به خاطر اینکه خب فکر میکنه به خیال خودش داره زهر چشمی. این قلدر معابی در مناسبات بین المللی هم هر از گاهی به قول معروف میزنه بالا و خب جامعه جهانی میبینه که در جمهوری اسلامی چه میگذرد. اما در مجموع به خاطر اینکه اون پروپاگاندای معروف خودش رو بتونه حفظ کنه اخبار رو سعی میکنه بسته نگه داره. یعنی من فکر میکنم که اون قسمتی از سیاست های جمهوری اسلامی که سعی میکنه چنین اخباری رو پنهان کنه بیشتر نگران بازتاب خارجیشون هست، به خاطر اینکه میدونه از یک حدی وقتی خونریزی ها بیشتر بشه، از یک حدی وقتی جنایت هاش بیشتر بشه و تروریستی بودن نهادهای اصلی و پایه در واقع پایه‌ای این حکومت تضمین بشه برای در واقع تعیین شده و تضمین بشه برای حکومت های بین المللی، میتونه عواقب بین المللی به روش های کاملا قانونی براش داشته باشه. این دقیقا همون جایی هم هست که اپوزیسیون ما یه مقدار سخت میشه براش، چون اینها میان از بروز این اخبار و از خروج چنین اخباری جلوگیری میکنن، بعد براش سناریو سازی میکنن و این سناریوها رو اونقدر قابل باور میکنن، یعنی میان اینقدر تو اخبار راست و دروغ قاطی میکنن که دیگه برای مردم در درجه اول قابل درک نیست که الان ما با یه خبر راست در واقع سر و کار داریم یا این خبر دروغه. و بعد همین رو وقتی خبر دروغ رو شما کار کنید همین رو میان به قول قدیمی ها پیراهن عثمون میکنن و میگن که خب اون خبر راستی هم که حالا خبر واقعی راست هم که مردم انتشار میدن، میگن ببینید ممکنه مثل همین دروغ باشه. این پروپاگاندای دیس انفورمیشن رو بارها و بارها در طول این سالهای اخیر به خصوص بعد از ظهور سوشال مدیاها دیدیم. و برای جمهوری اسلامی از طرفی
سرکوب خیلی قوی میکنه، مثل تیپیکال حکومت‌های دیکتاتوری خودکار که هیچی نداشته باشن، نیروی سرکوب قوی دارن، هزینه‌هاشون هم همه رو در اونجا، بودجه‌هاشون در اونجا هزینه میکنن. اما از طرف دیگه این ترس رو داره که به هر حال میدونه خودش یه حکومت غیرقانونی هست، این ترس رو داره که با بروز چنین اخباری عواقب براش بیش از پیش در واقع غیر قابل جبران بشه، مثل مثلا رفتن به شورای امنیت، مثل تحریم‌های آنچنانی، مثل در لیست تروریستی قرار دادن. دقیقاً به خاطر همین اهمیت پیدا می‌کنه این خبرگزاری‌ها بتونن، حالا حداقل اگر به صورت رسمی نه و مردم شهروند خبرنگار، اخبار رو به بیرون انتقال بدن که بشه روش در واقع مانور داد. و از همه مهم‌تر دیاسپورا باید بتونه روی اینا کار کنه، چون اگر قبول کنیم نه یا نه، یکی از روش‌هایی که میشه جمهوری اسلامی رو ضعیف کرد فشارهای بین‌المللی بشه، فشارها یعنی شهروندان از داخل فشارهای خودشون اجتماعی رو دارن، مثل نافرمانی‌های مدنی و این روش‌های خشونت پرهیزی که دارید می‌بینید، یا حالا تظاهرات یا هر چیز. از خارج هم بایستی حکومت جمهوری اسلامی به بدنامی شهره باشه، همینطور که واقعا هست، یعنی اصلا نباید اجازه بدیم به قول معروف لاپوشونی روی جنایت‌هاش و از همه مهم‌تر روی ترورهایی که انجام میده چه در داخل و چه در خارج از جامعه ایران گذاشته بشه، بلکه این صدا باید بلند و مدام هم تکرار بشه. نگیم خیابان ها شلوغ، تمام مردم میدونن چه وضعیتیه و شدت سرکوب کردن هم مردم داخل ایران دارن تجربه میکنن، هم ما که اینجا هستیم به هر حال روزی تجربه کردیم که الان در خارج از ایران هست ازش خبر. بنابراین بهتره که حواسمون باشه این قضیه بایستی ادامه پیدا کنه و ترس جمهوری اسلامی در واقع فکر میکنه بیشتر از همین. شما به قول قدیمی ها گفتیم پیرن اسمون، باز به قول قدیمی ها میگفت خونه موندن بی بی از بی تنبونی. حکایت این اروپایی ها شد که جا دیگران، آیا واقعا از بابت اینکه واکنشی که توقع میره بر اساس موارد دیگهی که انجام دادن در مورد رویدادهای ایران، واکنشی که توقع میره از بی اطلاعی اونها هست یا اینکه بدبستون‌هایی که دارن؟ ببینید بی اطلاع که اصلا نیستن. من حداقل تجربه آلمان رو که دارم، آلمان شاید به خوبی من و شما حداقل بخش وزارت خارجه که مربوط به اتاق ایران هست اطلاع داره که داره در فضای سیاسی ایران چی می‌گذره با جزئیات اتفاق. من فکر می‌کنم چیزی که خیلی مهمه اینه که ببینید شما در آلمان یا در اروپا یک پروسه سیاسی رو که می‌خواید پیش ببرید، مثلا می‌خواید یک نهادی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در لیست تروریستی قرار بدید، شما باید سازوکارهای سیاسی کافی برای این کار رو داشته باشید و این در واقع وظیفه شاید من دیاسپورا، من اپوزیسیون هست که بیام و یک گروه منسجم حقوقی تشکیل بدم فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی و بیام با مصادیقی که دادگاه‌های بین‌المللی به عنوان مصادیق تروریستی می‌شناسن اثبات کنم که مثلا در این کشور به این علت، در ایران به این علت، در اروپا یا آمریکا یا کانادا یا هر کشور دیگه به این علت سپاه واقعا رفتار تروریستی کرده و تمایزش رو بدونم با جاهایی که میتونه سرکوب کنه و یک رفتار تروریستی شناخته نشه. اینو در واقع سپردن به اینجوری که خودشون مدعی هستند، منتظرن که چنین مدارکی به دستشون برسه. البته من اینو در پرانتز بگم، اگر این حکومت‌ها بخوان به اون جوری که در واقع اون جوری که ما دلمون میخواد و باید و شاید سپاه رو در لیست تروریستی بشناسن و قرار بدن، اگر یک حمایت بزرگتری مثلا یک کشور ثالثی بیاد بگه با مسئولیت من قرارش بدید، این کارو خواهند کرد. برای مثال یک کشوری که جمهوری اسلامی همیشه باهاش دشمنی داره، اگر بیاد پشت این قضیه بیسته میشه سپاه رو در لیست تروریستی قرار داد، چون عواقبی که برای کشورهایی که میخوان سپاه رو مثل اتحادیه اروپا در لیست تروریستی قرار بدن خواهد بود، معمولا اینه که جمهوری اسلامی میره از اونا شکایت میکنه، میاد تقاضای تجدید نظر میکنه، تقاضای دادگاه دوباره میکنه و بعد اگر اینا نتونن ثابت کنن که بله به این دلیل سپاه واقعا تروریستی بوده، خب اینا محکوم میشن به پرداخت یک پولی. بنابراین اینجاست که میگم یک حمایت جمعی جهانی از این قضیه، میگه خب این پول ما میدیم ولی همچنان این کشور مجددا دادگاه رو به جریان میندازیم که بیفته در لیست تروریستی، دفعه با اسناد بیشتر. یه دقیقه پروسه پیچیده است که جمهوری اسلامی متاسفانه به خاطر پولی که داره، نفت ایران، حق مردم، خوب بلده خرج کنه تا بتونه خوبا. از اون رزمانی خارج شد. خب ببینید این بحث دیگری است که سپاه در لیست تروریستی باشه نباشه چه پیامدهایی داره. خود حکومت جمهوری اسلامی سالها از نظر آمریکا به عنوان حامی اصلی تروریست شناخته می شد در کنار. اما
همچنان بر سر جا بود و بعد از گروه تروریستی مثل حماس الان متهم است که حامی درجه اول هست. بحث من این هستش که چگونه درون همون سوال پیشین چگونه میشه همین نیروهای خارج کشور رو که اشاره کردید چگونه میتونن استفاده کنن از ابزار دموکراتیکی که در این کشورها هست برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی این کشورها، نه فقط دولت مردان و نه فقط. بفرمایید. ببینید ما به هر حال شبکه های خبری خیلی نقش مهمی، مدیاهایی دقیقا مثل همین مدیا شما خیلی نقش مهمی اجرا میکنن، به خاطر اینکه اینطور که من متوجه شدم صحت اکثر گزارشاتی که به در واقع واحدهای سیاسی در کشورهای حالا اروپایی رو که ما داریم مثال میزنیم ارسال میشه از طریق اخبار همین شبکه ها راستی آزمایی میشه. بنابراین این که ما بتونیم در واقع از مجرای قانونی و رسمی هم اخبارمون رو گسترش بدیم نقش بسیار مهمی داره. سوشال مدیا فقط کفایت نمیکنه. بحث مهم دیگه فعالیت های اصطلاحا فضای مجازی هست که فقط به فارسی نباشه، یعنی اوکی اطلاع رسانی به زبان فارسی عالی، اما کاربرانی که چند زبانه هستن باید حتما این اخبار رو به زبان های دیگر هم منتشر کنند و اگر ارتباطاتی در واقع با شبکه های خارجی کشورهایی دارند این اختراع در واقع این مقالات رو در اختیار اونها قرار بدن و برای چاپش تلاش کنن، برای انتشارش تلاش کنن. با خبر خوب اینه که در خیلی از کشورها مثلا در انگلیس، در بخشهایی از فرانسه، در آلمان من میبینم که فعالینی هستن به صورت هفتگی به صورت دائمی کمپین زدن و مثلا میگن آقا تا فلان کار رو علیه جمهوری اسلامی نکنید، مثلا تا فلان مرکز رو نبندید یا تا فلان نهادش رو در لیست تروریستی قرار ندید ما به کمپینمون ادامه میدیم، به قول معروف بس نشستن. خب این خیلی تاثیر داره و به گواه سیاستمدارانی که حالا در این مسیر همراهی کردن ما باید این رو ادامه بدیم. دیدارها با مقامهای محلی و با مقامهای ملی بسیار میتونه کمک کنه. این کشورها خیلی هاشون بله میگن میدونیم، ولی مثلا فکر میکنن مسئله مردم اینا فقط حجاب، فکر میکنن مثلا گشت ارشاد بره مردم دیگه تمام مشکلاتشون حل میشه و مثلا حتی بحث حماس هم خلاصه یه جوری با حجاب ما رو ارتباط پیدا میکنه. یعنی یک چنین سوء تفاهم های سیاسی جمهوری اسلامی با پروپاگانداش و از طریق افرادی که به هر حال میگم نفوذی هستند اصطلاحا موفق شده جا بندازه، این دیگه وظیفه ماست که بتونیم راجع به این صحبت کنیم که اتفاقا بایستی از مصادیقی استفاده کنیم که مورد توجه سیاستمدار غربی، یعنی سیاستمداری که آلمانی داره انتخابش میکنه، باید اینترستش رو علاقهش رو به مسائل آلمان جلب کنیم. یعنی بگیم ببین سیاستمداری که من دارم باهاش صحبت میکنم باید براش اینطور توضیح بدم، عدم حمایت از جمهوری اسلامی به نفع مردمتون، برای اینکه این تروری که جمهوری اسلامی میکنه میتونه مثلا به یهودی ستیزی بیانجامه که خب یک مشکلی بوده یک زمانی در آلمان و فاجعه نازیسم و جنگ جهانی دوم رو پیش اومد. در واقع انگشت رو بذاریم روی نقطه حساسیت کشورهای اروپایی، بگیم که چرا مهمه که مثلا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی در لیست تروریستی باشن. شما نمیخواید که شما در بازار کریسمس بعدی دوباره مثل اتفاقی که در برلین افتاد بیفته، یا یک دادگاهی میکنوس دیگه نمیخواد، یا یک شارلی هبدو دیگه نمیخواد. ما میخوایم بگیم پشت تمام اینها جمهوری اسلامی هست، خوشحال شیرینی پخش میکنن، نماز شکر میخونن، در میدان موسوم به فلسطین بادکنک هوا میکنن وقتی جوانان کشور اسرائیل توسط حماس قتل عام میشن به اون روش وحشیانه، و اینها رو نه تنها تصویری بلکه با مصداق دونه به دونه توضیح بدیم. این الان فرصت طلایی است به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در سه روز اول دیوانه‌وار خوشحالیش رو نشون داد، حتی نقشش رو آشکار کرد. ویدیوهایی که از ایران منتشر شد یه جورایی واقعا میتونست چکش میخ تابوت جمهوری اسلامی باشه، منتها اینا دوزاریشون افتاد به قول معروف شستشون خبردار شد و طبق معمول اون چرخش قهرمانانه علی خامنه ای و اینکه خب ما حالا مستقیم دست نداریم و اعلام کرد که خب من فکر نمی کنم جامعه غربی با توجه به حجم دروغ‌های جمهوری اسلامی خیلی واقعی بگذره، بنابراین این فرصت همچنان یک فرصتیه که به قول معروف داغه و باید ازش جان چالنگی استفاده بشه که ببینیم ما با چنین جمعی طرف، ما با چنین جنایتکارانی طرف. خانم کنعانی ببینید دادگاه‌های به اصطلاح انقلاب که آغاز شد که پای یکی از پایه‌گذاران اصلی و در واقع اصلی ترین به اصطلاح پایه های این دادگاه ابراهیم یزدی بود که
محاکمه بازجویی کرد و در کنار صادق خلخالی بر پشت بام مدرسه علوی تیرباران کردند. تلاشایی هم شده که ابراهیم یزدی رو مبرا کنن که فهرستی درست شده بود بردن پلوی خمینی و یزدی تلاش کرد تعدادشون کم کنه که دروغ محض هست. هر کسی اینو بگه. اون اسناد مدارکی هست که فهرست رو خود ابراهیم یزدی بسیار بسیاری گفتن از کسانی که در اونجا بودن که ابراهیم یزدی تهیه کننده بود و اگر هم این نبود و اون یکی هم نبود ابراهیم یزدی اسنادش هست تصویری که نشسته بازجویی میکنه و بقیه موضوع. به هر حال از اونجا که آغاز میشه همچنان ادامه پیدا کرده تا امروز روز، یعنی دختران نازنین ایرانی که آمدن خبر قتل مهسا رو منتشر کردن به زندانهای طولانی مدت محکوم میشن و بقیه جوانه. این روند خشونت‌آمیز دادگاه‌های استالینیستی و بدتر از استالین رو شما چطور تعبیر میکنید؟ این همه احکام از عنوانی بهش بدید. دقیقا دست میذارید رو اون قسمتی از دل من که به قول معروف خون هست آقای چالنگی. ببینید ما خبرنگارانی که نام بردید، نیلوفر و الهی، هیچ جرمی حتی طبق قانون جمهوری اسلامی مرتکب نشدن، نه بزرگ نمایی کردن، جنایت بزرگ بود، خب اونها چیکار کنن؟ عین واقعه رو گزارش کردن و همون شد جرمشون و خیلی میتونست اوضاع خطرناک‌تر باشه. یعنی به گواهی کسانی که همبندی این دو عزیز بودند، اصلا اوضاع میتونست در حد اعدام براشون باشه. متأسفانه این شگرد جمهوری اسلامی است. اول یک سنگ بزرگ برمی‌داره، اینها رو نمی‌دونن به اتهامات عجیب و غریب، جاسوسی، این جور چیزا متهم می‌کنه، ایده اعدام رو در سر مردم میندازه، بعد که مثلا 7 سال 15 سال زندان میده به نظر میاد که حالا ما باید یک نفس راحت بکشیم، در حالی که حتی یک روز در زندان بودن این عزیزان هم غیر قانونی و بسیار خلاف انسانیت. این بچه‌ها هیچ کاری نکردن، تمام جوانیشون رو، تمام دهه چهارم زندگیشون رو باید در زندان بگذرونن فقط به خاطر اینکه یک واقعی رو، وظیفه‌شون رو انجام. اما این تنها جایی نیست که جنایت جمهوری اسلامی میزنه بالا. الان که من و شما صحبت میکنیم، ماشاءالله کرمی، پدر مهدی کرمی در زندان هست. من هرگز نفهمیدم که واقعا این جمهوری اسلامی پیش خودش چه فکر میکنه که پدری رو که حتی واقعا یک رفتار اعتراضی تند هم از ایشون ندیدیم. تمام وجود این زن، این مرد و همسرش، زنش، عشق و عطوفت بود به خودش و به کسان دیگه که به هر حال کشته شده یه انقلاب ما بودند. از اون بدتر منوچهر بختیاری مدت هاست در زندانه با وضعیت سلامتی بسیار بد، محروم از دیدار فرزندانش، دخترش مونا و پسر سوران. همسر سابقشون مادر پویا بختیاری، خانم شیربیشه، با بدترین حالتی که بتونید تصور کنید آقای چالنگی در زندانه، در انفرادیه. ناهید شیربیشه در انفرادیه با دندان درد شدید، دیگه حتی نمیتونه صحبت کنه، اینقدر شدت درد زیاده. و تبعید در زندان زنجان، دخترشون مونا بایستی 4 ساعت بیاد، 4 ساعت انتظار بکشه که بتونه 20 دقیقه مادرش رو ببینه و دوباره 4 ساعت برگرده. هر دفعه این مسافرت هم که انجام میگیره، تن و بدن این مادر باید بلرزه که بچه من سالم برمیگرده، سالم میرسه. و این وضعیت جنایت باریه که علیه خانواده های دادخواه داره تو این مملکت انجام میشه. ما از کدوم گوشه این جنایت ها بگیم؟ میدونید، و این فعالانی هم که میان به اینها اعتراض میکنن، مسالمت آمیز، یک تجمع انسانی و مدنی و بسیار متمدن در جلوی مثلا دادگاه تشکیل میدن، براشون احکامی مثل محاربه میبنن. الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، حتما پرونده جیرفت رو شنیدید علیه خانوم نازمی، پروین نازمی و 4-5 نفر دیگه که به زور به اونها میخواستن بگن که اینها مرتبط با خانم پروین هستن و مثلا ازشون اعتراف بگیرن که پروین سردسته شما بوده، بعد به صورت غیر قانونی پرونده را تهران انتقال داده. اصلا یک وضعیت فجیعی. این خانم بسیار خوشنام و خوش سابقه رو دارن سعی میکنند محارب جمهوری اسلامی نشون بدن که احتمالا با سبق معمولی یه حکمی رو روبش رو در دل مردم بندازن، مثلا اعدام، بعد بیان بکننش 15 سال زندان. ما بگیم خب خدا شکر دقیقا خانم نازمی زنده میمونه. این شده روال جنایت بار جمهوری اسلامی. اگر هم ازشون فرار میکنن مردم به ترکیه پناه میبرن، متاسفانه میبینیم که بسیاری از فعالان حتی شناخته شده ایران در ترکیه دیپورت میشن به راحتی و این وضعیتی پیش میاد که ما هر روز داریم اخباری میشنویم که خطر در تحت خطر دیپورت هستن یا
حتی به زندان افکنده بشن. خب خانم کنانی، اینو که اشاره کردید گوشه‌هایی هست از اون که بر زندانیان سیاسی میره و بر زندگی روزمره جوانان ایرانی میره، حاکم هست. اما در خارج ایران با همه امکاناتی که وجود داره در آمریکا و اروپا، به خصوص در آمریکا، ما می‌بینیم مسئله حقوق بشر شده یک به قول معروف نوندونی کاسبی برای خیلیا. میان کاسبی میکنن، حتی خانم شیرپیشه بیشه رو که گفتید و بقیه رو در برنامه خود تفسیر خبر بود که آمدن گرفتن داشتن با ما گفتگو میکردن. بعدها میبینیم که با این بانوان نازنین و رنج کشیدگان دیگه میشن به اصطلاح در واقع ابزاری برای کاسبی دیگران. و این سازمان های اطلاعاتی و سازمان ها و نهادهای در همین آمریکا چه داستان هایی بسازن، میخواستن ترور کنن، میخواستن بدزدن ببرن اون بر آمریکای لاتین، میخواستن این ببرن کنگره ترهاتی رو به هم ببافن و بقیه. این فساد رو چطور میشه، این فساد زیان‌آور رو چه باید کرد که رنج مردم، خون جوانان مردم و همه این مصیبت ها رونق دستگاه کار و کاسبی عده‌ای در خارج ایران نشه؟ چه باید کرد؟ ببینید آقای چالنگی عزیزم، من فکر میکنم که کلن سوء استفاده بسیار مذموم و بسیار ناپسنده، این رو اصلا هیچ کس نمی‌دونه. منتها سوء استفاده از زجر و سوء استفاده از خون مردم، فکر میکنم این پایین ترین رتبه نانجیبی و بیشرافتیه که در یک انسان، اگر تازه اسمشون رو بتونیم انسان بده، شما میتونید سراغ داشته باشید. متاسفانه یک مقداری از این نانجیبی رو ما از این در واقع باگ‌های حقوق بشری در کل جهان داریم. یعنی اینکه افرادی که مثلا در سازمان ملل هستن یا در این سازمان‌ها هستن، به هر حال بودجه میگیرن به خاطر اینکه کارشون با در واقع انسانیته و سعی میکنن به قول قدیمی‌ها چشم دیر سیر اینها رو نگه دارن به امید اینکه خلالی در کارشون انجام نشه. همین بودجه ها رو وقتی این افراد بکنن، خب حالا که این بودجه میاد ما میتونیم ازش استفاده های دیگری بکنیم، دقیقا میشه باگ این سیستم. یعنی حقوق های آنچنانی، رفتارهایی که گاهن سردی و بی‌اعتنایی محسوب میشه، منتها هست، یعنی در واقع سردی و بی‌اعتنایی، منتها پروفشنال بودن و حرفه‌ای بودن محسوب میشه، بی‌خیالی، غیر انسان انگاری یک مردمی از یک سرزمین نسبت به مردم جنگ زده مثلا از یک سرزمین دیگه، و این رفتارهایی که به کرات این سالها دید. چطور میشه جلوش رو گرفت؟ بخش عظیمیش به اطلاع رسانی رفت داره. ببینید مردم ما جناب چالنگی باهوشترین مردمی بودن که واقعا من فکر میکنم در این سالها دید. من این رو از نه فقط از همین انقلاب زن زندگی آزادی میگم، دوران کرونا رو به یاد میارید در اروپا، حالا من امریکا رو که نمیدونم، ولی در اروپا به شدت کنترل میکردند که لاکداون یا خانه نشینی حتما صورت بگیره که انتشار بیماری رو کنترل کنن. ایران که اصلا جمهوری اسلامی براش مهم نبود، زنده و مرده این مردم نازنین، خود مردم شب عید نشسته بودن خونه آقای چالنگی. یعنی من وقتی که از ایران تماس میگرفتن و به من نشون میدادن چطور شب عیدی که قلقله باید باشه خیابون‌ها سوت و کور بود، افتخار میکردن به این شعور و به این فرهنگ. این مردمی که خودشون از کار و کاسبی و تازه با بسای حمایتی مالی اروپا هم نه، از جیبشون زدن، از خورد و خوراکشون زدن، نشستن خونه و مواظب خودشون و مواظب هم بودن. این مردم خیلی قویان. اینها به راحتی درک میکنن کی داره برای اونها فعالیت میکنه، کی داره از نان و از جان اونها کاسبی میکنه و محلی به این قضیه ها نمیذاره. ممکنه یک نفر تو یک حدی بالا بره، مثلا نگاه کنید به همین تاریخ یک ساله انقلاب زن زندگی آزادی، ببینید چند نفر از اون بالا افتادن، چند نفر حسنیتشون اثبات نشد و به هر حال جامعه به راحتی اونها رو پس زد. بنابراین من فکر میکنم اطلاع رسانی نقش بسیار مهمی داره و گذر بگذاریم، بزرگ نکنیم. وقتی حرف میزنیم دیس انفورمیشن میاد زده تبلیغ، خودش یک تبلیغ، خودش میشه یک تبلیغ، خودش میشه یک کمک به دیگه شدن و بعضی متاسفانه این بیماری رو دارن که حتی از همون هم استقبال میکنن. بنابراین بهتره بگذاریم و ایگنور کنیم و بایکوت کنیم. اینقدر انسان شریف توی مملکت که بله، البته مطمئنم از خیلی از مسائل هست که به راحتی نمیشه گذشت، از جمله همین مسئله. چه پشتوانه های قدرتمندی هم هست در این میون که حمایت میکنن
در فرهنگ قدیم ایران پتیاره مخلوق شیطان، مخلوق اهریمن هست به این معنا، و اعمال و کردار اهریمنی. پتیارگان سیاسی در این آمریکا و جای جای دیگه جهان بسیارند، تاجران خون و جان و زندگی و هستی مردم ایران، به ویژه جوانان ایران، با پشتوانه هایی از بلاحت برخی از سیاستمداران در دموکراسی های در هم و بر هم و بلبشوی اروپا و آمریکا، و پولهای مردم ایران رو به اینها واگذار کردند. در این زمینه گفته این باز هم خواهیم گفت. سپاس بسیار داریم از خانم کنعانی گرامی، خانم فروغ کنعانی گرامی، که نیاز به معرفی نداشتم، بسیاری از بینندگان ما میدونم، پژوهشگر سالیان سال در عرصه علوم انسانی، علوم اجتماعی و جامعه شناسی. با سپاس بسیار از شما و به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. بینندگان گرامی، خانم کنعانی اشاره کردند به پناهجویان به ترکیه، ایرانیانی که در اونجا سرگردان هستند، در کشور خودشون آینده ای ندارن، در جستجوی سخفی با امنیت ناچار به ترک کشور شدن، جان و هستیشون رو برداشتند و به بیرون کوچ کردن، اما در اونجا هم ترکیه مسائل و مشکلات بسیاری دارن، بسیاری دارن. تا دقایق دیگه، لحظات دیگه، میهمانی خواهیم داشت از ترکیه در ادامه تفسیر خبر. میزبان خانم سمیه رامون هستیم، از ترکیه با ما هستند. شهروند ایرانی، یک هموطن گرامی که ناچار به ترک ایران شده، از خوزستان. سلام و درود به شما خانم رامون. درود بر شما جناب چهارلنگی، درود بر شبکه خوبتون. سپاس از اینکه منو دعوت کردید که درد دل ما پناهجوها رو توی ترکیه بشنوید. سپاسگزارم از شما. تمنا میکنم. سپاسگزار هستیم ما و ممنون که هستید در برنامه، و قطعا بسیاری از بینندگان ما نیز متاسف از این بابت که شما ناچار به ترک کشور شدید، مثل هزاران هزار جوان و شهروند دیگه ایران. آخرین باری که در تفسیر خبر تشریف داشتید حدود 4 سال پیش بود اگه اشتباه نکنم. از اون موقع تا الان چه تحولی، چه اتفاقی، چه شد؟ چرا هنوز در ترکیه هستید؟ چرا به جای دیگه نرفتید؟ 4 سال پیشم بهتون گفتم که قاچاقبری که قرار بود منو به اروپا منتقل بکنه پول منو خورد، و اینکه اصلا نمیدونیم که اون آدم کجا هستش. بعد اومدن منو فرستادن شهر سامسون، یعنی شهری که الان اقامت دارم. ظرف کمتر از 24 ساعت به من شرطی ملتجی دادن، یعنی بعد از اینکه اومدم اینجا توی 2 مرحله، یک بار کلید انداختن رو در خونم، یعنی هیچ کس نمیدونست که من کجا هستم، فقط یک نفر میدونست که منو ساپورت کرده بود که بیام توی این شهر. بعد از سیاسیون هست و مشروط خواهان، و یک بار دیگه هم یک ماشین منو دنبال کرد که خودم رو انداختم توی یک مغازه، نه بلد بودم حرف بزنم نه چیزی دیگه. این شد من رفتم اداره پلیس، اداره پلیس از من مصاحبه گرفت و منو فرستاد اداره گوج ترکیه، گوج ادارسی اینجا بهش میگن، یا همون مرکز پناهجویان. اونجا از من مصاحبه گرفتن و ظرف کمتر از 24 ساعت دیدن که حرفایی که زدم یعنی صدق میکنه، دوربینا رو چک کرده بودن و اینا، به من شرطی ملتجی دادن. شرطی ملتجی رو دادن و تقریبا میشه گفت تا 2 هفته پیش من شرطی ملتجی بودم اینجا و بدون هیچ مشکلی داشتم زندگی میکردم.
یعنی دنبال این بودم که از ترکیه خارج بشم قانونی، ولی همین که از نظر مالی توانم نمی رسید، همین که اسپانسری نداشتم تو کشورهای دیگه، به این خاطر مجبور شدم 4 سال اینجا بمونم. 4 سال موندم و وقتی برای درمان بود تقریبا 2 هفته پیش، نصف شب با درد شدید کبدی بیدار شدم. قبلا براتون توضیح داده بودم که توی زندان به خاطر شکنجه کبد من مشکل پیدا کرده. رفتم بیمارستان، بیمارستان گفتن که بیمه بسته شده. خب من فقط فکر میکردم که بیمه بسته شده. خب رفتم داروخونه، یه دارو گرفتم و استفاده کردم و 2-3 روز بعدش رفتم اداره مهاجرت که خونه‌ای که الان گرفتم و کرایه است، آب به نام یکی از دوستان کردم که اونم نفوذ بگیره، برق خودم به اسم خودم کردم، بردم مدارک و اداره گوج در اومدن گفتن که دوست شما توی این خونه، یعنی خونه‌ای که مال منه، اقامت داره با کملیک 6 ماهه، ولی من که شرطی ملتجی بودم و کملیک 3 ساله داشتم و 5 سال حق اقامت توی ترکیه رو دارم، کملیک من باطل شده و شرطی ملتجی هم نیستم. گفتم چرا این شکلی شده؟ گفتم برای تمام پناهجوها این دستور اومده که باطل بشه این کملیک ها. خب چرا دارم با زندگی ماها بازی میکنم؟ منی که پناهجوی سیاسی هستم و جونم در خطره، توی ترکیه هم چندین بار مورد سوء قصد قرار گرفتم توی این 4 سال، چرا باید کملیک منو باطل بکنن؟ که من جرئت میکنم برم خارج از خونه. من سر کار که صبح میرم، البته کارم که داریم میریم به ما اجازه کار که نمیدن، قاچاق داریم کار میکنیم، سر کار که میرم با یاد خدا میرم، شب که برمیگردم جناب چارلنگی، یعنی 2 تا چشم دارم که خدا بهم داده، 8 تای دیگه قرض میگیرم که به خونه برگردم. چون من از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران من چیزم، یعنی مشکل دارم، نمیتونم تا مثلا قبل از تاریکی هوا من باید خونه باشم. هم اینکه ترس از پلیس ترکیه الان دارم که اگر کملیک از من خواست، من کملیک نشون دادم، زدن داخل سیستم، کملیک بالا نیومد، گفت قاتله، اون برگه شرطی ملتجی منم که توی گوشیم عکس رو گرفتم، اونم دیگه به درد من نمیخوره. تا من ثابت میکنم شرطی ملتجی بودم، منو دیپورت کردن. بله، یعنی کملیک همین یعنی اجازه اقامت دیگه نیست؟ آره اجازه اقامت. اون شکایتی که قبلا کرده بودید که کسی کلید انداخت و کسی با ماشین شما تعقیب کرد، معلوم شد چه کسانی هست؟ اقدامی کردن؟ اصلا اقدامی نکردن، پرونده همجور مسکوت در دادگاه موند و هیچ اقدامی نشد. اون دوست مشروطه که کردن به من کملیک شرطی ملتجی دادن، گفتن دیگه هیچ کس کاری با شما نداره. ولی من زیر نظر پلیس بودم، توی خونه قبلی که بودم زیر نظر پلیس بودم. بعد از اینکه یه مشکل دیگه برای من ایجاد شد، از اون خونه که اومدم بیرون تا 1 سال من هیچ آدرسی به اداره پلیس ندادم و هیچ مشکلی هم برای من ایجاد نشد جناب چارلنگی تو این 1 سال. الان که من خواستم ثبت بکنم آدرسمو، یعنی باور کنی با ترس و لرز میخواستم برم این کار رو انجام بدم، آدرسمو ثبت کنم، چون من تو این 1 سال هیچ مشکل امنیتی نداشتم، هیچ مشکلی، با وجودی که قبل از این 1 سال پلیس همسایه من بود، ولی مشکلات پشت مشکلات برای من ایجاد میشد. بله، خب متاسفانه در پاسخ پرسش که داشتین که چرا چون این هست، خب زد و بندهای دولت ترکیه میتونه باشه با جمهوری اسلامی یا تقاضاهایی که اونا ده، همه اینا میتونه مؤثر باشه. مجموعا چند سال شما الان در ترکیه هستی؟ من الان دیگه شده 4 سال، یعنی دقیقا امروز میشه اون روزی که من با شما مصاحبه کردم. بله. خب اون وقت الان دیگه سازمان ملل دفتر پناهجویان و پناهندگی، امور پناهندگیش اونجا مثل که جمع کرده نیست؟ بله، تقریبا 2018 UN از اینجا جمع شد و همه چی به دست پلیس ترکیه افتاده بود. اگر UN بود من تا الان اینجا نمی‌موندم، چون کیس من کیس خطره، اصلا اینجا منو نگه نمی‌داشتن، ولی چون به دست پلیس ترکیه افتاد
یعنی خیلی از پناهجوها رو نگه داشتن، مخصوصا سیاسی ها. یعنی الان هر کسی که تو این 4 سال رفته اصلا ایرانی نبوده، این یک. و اونایی هم که رفتن یا افغانی بودن یا سوریه‌ای بودن یا عراقی بودن که رفتن، یعنی همون افرادی که 4 سال پیش توی این شهری که من هستم دیده بودمشون توی کلیسا یا اینور و اونور، هنوز همون افراد اینجا هستن. یعنی ایرانی رو هیچ جا نمیفرستن، فقط نگهشون داشتن ترکیه. خب الان شما اونجا باید خودتون مستقیم برید به سفارتخونه مراجعه کنید، یا پلیس ترکیه شما رو معرفی میکنه، یا چجور هست، یا همین بنبست ترکیه ناچارید بمونید؟ فعلا که تو همین بنبست ناچاریم بمونیم، چون هیچ چیزی به ما نگفتن که این کملیکا کی باز میشه، این آیا میخوان دوباره از ما مصاحبه بگیرن، اینم به ما نگفتن. تنها چیزی که گفتن یه دونه چیز چی بهش میگن، یه دونه نامه نوشتیم، یعنی همه پناهجوهای ایرانی، چه سیاسی چه غیر سیاسی، نوشتیم و گذاشتیم روی پرونده. حالا کی میخوان به ما زنگ بزنن که ما بیایم و حالا یا مصاحبه بشیم، یا اینکه بگن آقا به شما میخوایم دیپورت بدیم، باید بفرستیمتون کمپ دیپورت. همینجوری ما رو داخل دوزخ نگه داشتن تو این 2 هفته. بله. آره. نه بهمون میگن مثلا برای که مرحله بعدی میفرستیمتون آنکارا که مثلا مصاحبه کشوری باشه. پرونده من تا کشوری رفته، ولی الان همه چی بسته شده. یعنی الان من میخوام برم رفته آنکارا، بعدش خواهد شد به شما اقامت ترکیه رو میدن یا معرفی میکنن به سفارتخونه جایی؟ معرفی میکنن به، اگر مثلا برای من کشور تعیین بکنن، مثلا آمریکا یا اروپا یا جای دیگه، به من زنگ میزنن میگن که مثلا پرونده شما رو آلمان برداشته یا مثلا آمریکا برداشته، شما باید فلان روز فلان ساعت آنکارا باشید برای مصاحبه کشوری. الان شما در این مرحله هستید؟ بودم، یعنی برای کشوری رفته بود ولی تعیین کشوری نشده بود. من الان میخوام برم توی پرونده رو نگاه بکنم توی سایت بین الملل، بسته است. یعنی من شماره کملیکم رو میزنم رد میده، میگه ابطاله. خب نمیگن چی از شما میخوان، چه مدارکی لازم دارن؟ نه هیچی تا حالا به ما نگفتن، فقط گفتن همین نامه رو بنویسید بزنید رو پروندهتون بررسی میکنید. ایرانی خارج کشور به خصوص آمریکا، این همه گروه هایی هستن در این زمینه فعالیت میکنن، چه کار میتونن بکنن؟ یعنی از نظر فنی چه کاری میتونن انجام بدن که کسانی مانند شما بتونن سریعتر از محل ناامن ترکیه دور بشن؟ ببینید من الان خودم 4 سال دنبال اسپانسر میگردم که مثلا یکی اسپانسر من بشه که من بتونم از ترکیه خارج بشم. هم میهنایی که داخل خارج از کشور هستن، خارج از ایران یا ترکیه یا هر جای دیگه هستن، اونا میتونن ضمانت بدن که ما فلانی رو میشناسیم، ما اینو ساپورت میکنیم و میخوایم بیاریمش مثلا آمریکا یا اروپا یا انگلیس یا هر جای دیگه. ولی متاسفانه هیچ کاری تا حالا نکردن، هیچ کاری. مثلا در کانادا یا آمریکا یا هر جایی، فرانسه، هر جایی که شرکتین، اگه کسی پیدا بشه و این کار رو انجام بده، یعنی به کی باید بنویسه، چه کار باید بکنه و بعد تموم میشه؟ یعنی به شما مثلا فرض کنید سفارت فرانسه یا آمریکا یا کانادا یا هر جایی ویزا خواهد داد؟ میگه بفرمایید. بله ویزا خواهد داد. بله فقط تنها کاری که باید بشه میره اداره مهاجرت اون کشور، میگه که من میخوام اسپانسر فلان خانوم یا فلان آقا بشم، اسم و آدرس و همه چی رو تحویل میده، عکس و فتوکپی حالا پاسپورت یا کارت اقامتشون یا هر شکلی دیگه، همه چی انجام میشه. من الان برای آمریکا حالا تو این 1 سالی که دارم کار میکنم و پول دارم جمع میکنم، تونستم مقداریشو جمع بکنم، یعنی احتیاج به 1500 تای دیگه دارم. برای آمریکا 2500 دلار میخواد، ولی بازم کسی نیست که بخواد کمک بکنه، کسی نیست بخواد منو ساپورت بکنه که بتونم از اینجا خارج بشم.
هستن ولی میبخشید یه لحظه صداتون مشکل داشت، فرمودید نمیتونن. که 1500 دلار و از اونجا بفهمید که برای چه کاری پول لازم داشتید؟ برای خارج خروج از ترکیه؟ بله، برای خارج شدن از ترکیه مثلا بانک آمریکا، دولت آمریکا گفته 2500 تا بریزید به حساب با 5 تا اسپانسر که بتونن حالا من یا ایکس یا ایگرگ رو از ترکیه خارج بکنن و به آمریکا ببرن. با 5 تا اسپانسر نه یک نفر؟ بله 5 اسپانسر. مثلا برای کانادا 5 اسپانسر میخواد با 16500 دلار میخواد. ولی خب نه من در توانم هست، نه خانواده‌ام در توانشون هست، چون یک بار این کار رو می‌خواستیم انجام بدیم که پولمون رو خوردن همون 4 سال پیش. یعنی خواستم به صورت قاچاق اینجا رو ترک بکنم، ولی متاسفانه توی باتلاق اینجا، توی باتلاق ترکیه گیر کردم. هر کی هم موندگار شد باور کنید جناب چالنگی مثل باتلاق کشیده میشه پایین. یعنی هر روز که بخوای پیشرفت کنی بیشتر پسرفت میکنی. خب شما تنها هستین یا با خانواده این پرسش رو میتونی جواب ندید اگه مایل نیست؟ مجرد اومدم، مجردم زندگی میکنم. نه خانواده ندارم، خانواده من ایران هستم. چون فرمودید خانواده، من فکر کردم احتمالا با خانواده تشریف دارم. خب خانم راموز، الان به جای مقرراتی که هست 5 اسپانسر، به جای 5 اسپانسر یک نهاد، یک تشکیلاتی میتونه اسپانسر شما بشه؟ بله از طرف کلیسا میتونن این کار رو انجام بدن. به چه شکل؟ چون من مسیحی شدم وقتی اومدم اینجا. البته از کیس مسیحیت هم به هیچ عنوان استفاده نکردم، من کیس سیاسی خیلی قوی بود و کیس سیاسی مو دادم. بعد از اینکه کیسمو دادم و مصاحبه شدم، 2 ماه 3 ماه بعدش من رفتم مسیحی شدم. یعنی کلیساها میتونن این کار رو انجام بدن، ولی متاسفانه توی آمریکا کسی رو من نمیشناسم. یعنی کلیسایی در آمریکا میتونه بشه اسپانسر شما؟ بله. و من امیدوارم که به کمک های پیدا بشه در آمریکا، کانادا، جاهای دیگه. و آیا شما آماری یا شنیده هایی که دارید میتونید بفهمید مثلا در همون شهری که زندگی با چه تعداد ایرانیایی هست پناهجو؟ حدودا توی این شهر 400-500 نفر ایرانی هست که هیچ کدومو بهشون کشوری که ندادن هیچ، و اینکه حتی بهشون برگه ترک خاک هم دادن خیلی هاشون. یعنی خیلی ها منتظری هستن که از ترکیه خارج بشن یا که دیپورتشون بکنن به سمت ایران. تقریبا 2 هفته پیش بود یکی از بچه های کلیسا اونو مصاحبه کرده بودن و مصاحبه رد شده بود و خیلی سریع بهش ترک خاک دادن. خب همون کلیسایی که شما هستین نمیتونه با کلیسایی در آمریکا تماس بگیرن و تسهیلاتی انجام بدن، یا نه اون کارشون نیست؟ نه گفتن، من باشون صحبت کردم، گفتن اگر ما بخوایم فقط برای تو انجام بدیم پس بقیه چی؟ بقیه هم باید برای ما هم انجام بدیم، چند تا کلیسا پیدا بکنیم. دقیقا. شما اهل آبادان هستی درسته؟ بله. آبادان زیبا، آبادان سرشار از زندگی، آبادانی که شعله های سینما رکس شهر اون رو در ماتمی فرو برد که هنوزم ادامه داره، و دختر آبادان، شهروند آبادان، سرگردان در ترکیه و حکومتی در ایران بر سر کاره که به دروغ سنگ آوارگان فلسطینی رو به سینه میزنه. دقیقا واقعا چنین هست. همشهری‌هایی هم هستن در شهر شما یا جاهای دیگه دست کم در تماس باشید؟ روی شهر من خوزستانی نه پیدا یعنی من تنها آبادانی هستم، فقط یه دونه اهوازی هست، یکی دوتا اهوازی هست، بقیه همه شهرستانی هستن. بعد جالبی اینجاست جناب چارلنگی، فقط تنها کسی که یعنی تنها کشوری که کمیکش باطل نشده سوریه هستش و لبنان. فارسی زبان ها همه، یعنی هم افغان ها هم ایرانی ها، کمیکا کلا باطل شده.
یعنی الان مسیر نیست که اینجا تمدید ما کنیم. داریم فرق رو احساس میکنیم، تفاوت رو احساس میکنیم، اینقدر فرق میذارم بین پناهجوها. بله خب دیگه بگیم بازی های سیاسی از ترکیه هست که ابزار دست شده پناهجویان سوری، پناهجویان لبنانی علیه اروپا، علیه جاهای دیگه استفاده میکنه. پناهجویان ایرانی هم از اونها به نحوی استفاده میکنه در بدبستون هایی که با حکومت ایران داره و فشار بر پناهجویان. متاسفانه این هست و من هم بارها و بارها گفتم این سازمان بیبو و خاصیت سازمان ملل میبینه که دفتر پناهندگیشو در ترکیه عملا تعطیل کرده در بدبستون هایی که داشتن و دارن. سخنی اگر هست میشنویم خانم راموز عزیز. هیچی، فقط میخوام بگم که صدای پناهجوها باشیم، نه تنها من، تمام پناهجوها، تمام پناهجوهایی که اینجا هستن، چه ایرانی ها چه فارسی زبان های افغان، چون واقعا ما داریم تفاوت احساس میکنیم، هم از طریق حالا بیمه و هم از طریق کملیک. کملیکی که هممون باید داشته باشیم، فارسی زبان ها و ایرانی ها باطل اعلام شده و سوریه‌ای ها هنوز که هنوز هم بیمه دارن، هم همه چی دارن و جالبیش اینجاست که خیلی دارن سریع سوریه‌ای ها رو میفرستن به کشورهای اروپایی، خیلی سریع، شاید در هفته 4-5 تا پرواز داشته باشن برای اون بر. فقط میخوام که صدای پناهجوها باشید. من اینجا نیومدم که فقط برای خودم حرف بزنم، برای خودم سینه چاک بکنم، برای همیهنانم و برای همون فارسی زبانهایی که در اینجا با هم دیگه هستیم، برای اونها هم من نگران هستم، نه تنها خودم. و امیدوارم که بتونم صدای این عزیزان باشم که به جامعه جهانی برسه. بله، و مرام زیبا به قول جوانهای امروز، مرام بچه های آبادان، چه دختران چه پسران، نه تنها خودم بلکه همه ایرانی ها و حتی همه فارسی زبان ها، افغان ها. سپاس بسیار داریم از شما خانم راموز، و به امید و به امید روزی که در خود آبادان زیر آسمان زیبای آبادان در کنار رودخانه هموار جاری اروند رود باشید و در کنار هم شهریان هم میهنان خود و همه ایران. آمین. آمین. ما به اون روز بدهیم که ایران آزاد ببینیم و بتونیم به کشورمون برگردیم. یعنی اگر الان به من بگن ایران آزاد شده، یعنی دریغ نمی کنم، به یک ساعت دیگه نمیذارم، همین الان حرکت میکنم به سمت ایران. من نیومدم که از اینجا به اروپا برم، اومدم که اگر ایران آزاد شد برگردم به ایرانم. یعنی تنها خواسته من. سپاس بسیار، با امید به چنین روزی. بینندگان عزیز، هر کجای جهان که هستید، سخنان خانم راموز رو شنیدید. این شما و این هم پناهجویان ایرانی در ترکیه. سپاسی دوباره از سرکار خانم سمیه راموز در ترکیه. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق همکارانم در استودیو مرکزی ایران فردا برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.